با درود به شما همراهان همیشگی آسمان هنر. مهمان امروز برنامه ما آقای محمد حقگو، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده سنتور هستند. ایشون متولد بیرجند در خراسان جنوبی هستند و از حدود 19 سالگی موسیقی رو با ساز سنتور آغاز کردند. پس از پایان تحصیل در رشته آهنگسازی دانشگاه تهران در مشهد ساکن شدند و اولین آموزشگاه موسیقی اون شهر رو تأسیس کردند. آقای حقگو به منظور ادامه تحصیلات موسیقی در رشته آهنگسازی به اوکراین سفر کردند و در کنسرواتوار چایکوفسکی کیف نزد یوگنی استانکوویچ آموخته‌های خودشون رو تکمیل کردند. ایشون در مراحل آموزششون در داخل ایران هم در حضور استادانی به نام درس گرفتند که فرهاد فخرالدینی، علیرضا مشایخی، پروفسور کریستیان داوید رو نام می‌بریم. آشنایی ایشون با دکتر محمد تقی مسعودیه باعث شد تا به پژوهش در موسیقی محلی خراسان هم بپردازن. آقای حقگو در سال 1399 کتاب تربیت شنوایی، آموزش سولفژ بر اساس تریادهای ماژور با روش ساده رو تألیف کردند که در توسط انتشارات ماهور منتشر شده. خیلی خوش اومدیم به برنامه ما آقای حقگو. خیلی سپاسگزارم از شما و همینطور از مخاطبین شما، از تمام کسانی که برنامه شما رو میبینند. و خیلی در واقع دوست داشتم که مراتب هم غمی، اگر بگم بهتره، با وضعیتی که به هر حال با توجه به پاندمی کرونا از هر ایران و افغانستان، این رو هم خدمت مخاطبین عزیز شما عرض کنم. به هر حال بله، شما خودتون هم به تازگی تا جایی که من میدونم بهبود پیدا کردین و از شر این مریضی راحت شدین. خب بله، خوشحالیم بله. بابت این قضیه ممنونم، مرسی، متشکرم. خیلی ممنون آقای حقگو. اجازه بدید بریم سراغ زمینه کاریتون. شما در آثارتون موسیقی خراسان بسیار پررنگ دیده میشه، در صورتی که شما تحصیلاتتون در زمینه موسیقی غربی بوده، این علتش چیه؟ ببینید، من جدا از این که خودم خراسانی هستم، معتقدم که البته زمینه آشنایی من در زمان تحصیلاتم در دانشگاه تهران با شادروان دکتر محمد تقی مسعودیه که در واقع یکی از موسیقی شناسان بسیار خوبه منطقه بودند و ایران بودند، باعث شد که توجه هم به سمت که این موسیقی جلب بشه. من معتقدم موسیقی خراسان، موسیقی فولکلور خراسان، بنیان بسیار گسترده‌ای داره و ریشه بسیار عمیقی در تاریخ داره. تمام ملودی‌هایی که در این نوع موسیقی هستند بسیار به جا رسیده و خاصن و اونطوری که شایسته و بایسته است به نظرم توجهی به این نوع موسیقی نشده. سعی میکنم توی این موسیقی پژوهش کنم، کار کنم و خب ناخودآگاه دستمایه کارهام میشه. یک زمانی آقای دکتر مسعودیه به من گفت اگر تمهای بکر و ملودیهای زیباد برای کار آهنگسازی لازم داری برو خراسان. من اومدم اینجا تمهای زیبا پیدا کنم، خودم تو موسیقیش گم شدم. درسته، خودتونم خراسانی هستید دیگه، به هر حال اهل بیرجند هستید و بله. مشهد زندگی بله. میکنین، بسیار جالبه بله. حالا پیرو صحبتتون بله. شما موسیقی دارید به نام شاخ‌خطایی که برای اولین بار دوتار خراسان رو در ارکستر سمفونی به کار بردید. یه مقدار در مورد این اثر برامون توضیح بدید لطفا. بله، در حدود فکر کنم سالهای 1380 شمسی، اون موقع تلویزیون ایران یه ارکستر سمفونی بسیار خوب داشت و من به سفارش آقای دکتر ریاهی و علاقه‌ای که خودم داشتم یه سویت سمفونی در واقع نوشتم که سه موومان داشت، سه قسمت داشت. این سه قسمت از روی مقام‌های موسیقی خراسان که برای دوتار نوشته شده بودند، بخشش جنوب خراسان و بخشش شمال خراسان، از روی اون مقام‌ها استنباط کردم، واریاسیون کردم و این رو نوشتم. در واقع اون زمانی که کار داشت نوشته می‌شد و ضبط می‌شد، یادم هست یه انجمنی به نام انجمن آهنگسازان جوان به همت آقای دکتر ریاهی تشکیل شده بود در تلویزیون، مرحوم استاد فریدون ناصری هم بودند. خیلی
نگاه‌ها نسبت به این کار و اینکه دوتار در کنار ارکستر سمفونی چگونه خواهد شد نگاه‌های مطمئنی نبود، اما بسیار خوشحالم که هم اقبال یاری کرد، هم نوازنده‌های بسیار خوبی که اون موقع تلویزیون داشت و نوازنده دوتارمون آقای حسین مجیدیان که البته از دانشجوهای موسیقی بودند، رشتهشون تار و ستار بود، ولی برای همین سه مقام می اومدن مشهد برمیگشتند که این سه مقام رو یاد بگیرند و ضبطش کردیم. سه مقامی که در واقع مقام ترکمن هست، شاه ختایی و رنجبر. شما یکی از کارهای ارزشمندی که انجام دادید تحقیق در زمینه موسیقی کار هست و اتفاقا موسیقی رو هم ساختید که مربوط به همین موضوع هستش. یه مقدار در موردش برای ما و بینندگانمون توضیح بدید لطفا. ببینید، در مناطقی که در واقع هنر و هنر در واقع آغشته هست در اون جامعه و موج میزنه، یک نوع موسیقی وجود داره که خیلی برای تفنن یا برای تفریح نیست. یک نوع موسیقی است که بسیار هوشمندانه ساخته میشه برای اینکه به انجام کارهای روزانه گروهی ریتم، شکل و وحدت و سرعت بده. یعنی در واقع مثالی اگر براتون بزنم، ما در منطقه جنوب خراسان در بیرجند یک گروه کاری داریم که پشت بام‌های کاهگلی رو بامندود می‌کنن با کاهگل. اینا در واقع حدوداً 3-4 نفر هستن که یکی باید گل رو با کاه در واقع در اون پایین مهیا کنه، بعد یکی دیگه باید اون رو با بیل بذاره روی داربست، یکی از روی داربست بفرسته روی پشت بام و یکی روی پشت بام با ماله اون گل رو در واقع بماله روی پشت بام. اون کسی که اون بالا هست شعری رو میخونه که با این کار خیلی هماهنگه، با ریتم این کار ابتدا خیلی کند شروع میکنه و بعد در بطن شعرش در واقع یک سری دستور کار هست. مثلا اگر ببینه گل شل شده، تو شعرش میگه خاک بهش اضافه کن. یا اگر ببینه که کاهش کمه، میگه کاه اضافه کن. یا اگر ببینه سفت شده، میگه آب بهش اضافه کن. بعد ریتم رو تند میکنه آروم آروم و این شکل ریتم به گونه ایه که هیچ موقع جلوی هیچ کدوم از این کارکنان خالی نمیمونه. شما به راحتی میتونید هنر رو ببینید که در اختیار اقتصاد قرار گرفته، در اختیار کار قرار گرفته و جدا از اینکه خستگی رو برای اونها کم میکنه، ریتم متوازنی هم به کارشون میده. اثری که شما بهش اشاره کردید اسمش هست گره، مربوط به یه سریالی است که در مورد فرش ایرانی بود. من می‌رفتم به کارگاه‌های قالی‌بافی در اون موقع و می‌دیدم این کار گروهی اینها رو که چقدر به هم وابسته است. حتما اگر مخاطبین شما و کلاً مردم دنیا گاهی توی خونه‌هاشون نگاهی به زیر پاشون بندازن، در واقع یه تابلوی هنری رو می‌بینن که حاصل هزاران گرهه و این گره با یک کار جمعی شکل گرفته و یک ترانه بسیار زیبا، ترانه‌های مختلفی داره، ولی خب این ترانه گره از دل همون فضا اومده بیرون. مؤسس ارکستر رودکی بودید آقای حقگو، ولی متاسفانه بله. با اینکه اهداف بسیار بزرگی براش داشتید ادامه ندادید. چرا؟
ببینید، در بنیاد رودکی که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، دو تا ارکستر در واقع آماده اون زمان کار میکردن، ارکستر سمفونی تهران و ارکستر ملی. ما وقتی که این ارکستر سمفونی رودکی رو اومدیم راه اندازی کنیم و کارش به من سپرده شد، انتخاب نوازنده، ثبت اساسنامه، در واقع اومدیم یک آسیب شناسی کردیم این دوتا ارکستر رو. و روحیات نوازنده میدونید خیلی اهمیت داره در یک ارکستر. یک سری معایبی شامل پرداخت های دیر به بچه ها، بی نظمی در تمرین ها و اینها بود که ما سعی کردیم اینا رو برطرف بکنیم. مطمئن نمیدونستم که این مسئله ممکنه یک لایه ای رو ناراحت بکنه در درون موسیقی که به نظر من همیشه اینا نقش در واقع نگهدارنده داشتن برای پیشرفت موسیقی. و خب ما شروع شد یه سری مشکلاتی که اصلا نباید سر رامو سبز بیشد. مثلا برای نوازنده ها به صورت رسمی اخطار دادند که کسی در این ارکستر از نوازنده های ما حق نداره بره، اگر بره از ارکستر بیرونش میکنیم. و خب طبیعتا نوازنده حرفه‌ای هم به اون تعداد در تهران وجود نداشت که ما تنوع انتخاب داشته باشیم. و این بسیار بحث مفصلیه. من آرزو دارم یک زمانی بتونم ریز ریز این مسئله رو در مدت یک سالی که تمام تلاش من و همکارانم در اون موقع صرف این قضیه شد رو باز بکنم. عده‌ای از مسئولین باید پاسخگوی اون زمان و اون وقتی که با ذوق و شوق همه در واقع صرف کردیم باشند. و برای اینکه از حوصله برنامه شما نره بیرون و مخاطبینتون رو خسته نکنم، فقط همینقدر عرض میکنم که این مسئله در واقع یک حرکت هنری بود که درگیر مسائل غیر هنری شد متاسفانه. و جای تاسفه. امیدوارم زمانی پیش بیاد که بشه راجبش مفصل صحبت. منم امیدوارم. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید جناب حقگو. دوستان میتونن با مراجعه به پیج اینستاگرام شما با کارهای شما بیشتر آشنا بشن. من شنیدم و واقعا لذت بردم. به خدای بزرگ میسپارمتون و براتون آرزوی موفقیت رو افزون دارم. منم همینطور از توجه شما خیلی خیلی سپاسگزارم. آرزوی سلامتی برای شما و یکایک مخاطبینتون رو دارم. شب ما و روز شما بخیر. متشکرم. خدا نگهدار. خداحافظ. با آرزوی خوش درخشیدن همیشگی تک تک شما در آسمان زندگیتون به خدای بزرگ میسپارمتون.